سلام، خوش آمدید به سرویس خبری این ساعت از مرکز عملیات رسانه‌ای دانشگاه هرات. نخست سرخط خبرها. رقابت برای مبارزه با داعش در سوریه. ترکیه از شمال و نیروهای دولت سوریه از جنوب به شهر باب حمله کردند. ناکامی مجدد رئیس جمهوری آمریکا در برابر دادگاه فدرال. تحلیق فرمان مهاجرتی ترامپ تمدید شد. و استخدام زنان در شهرداری کابل. مشروع خبرها. وزیر خارجه ترکیه میگوید نیروهای این کشور به کمک اعضای ارتش آزاد سوریه حمله تازه‌ای را برای پس گرفتن سریع‌تر شهر باب در شمال سوریه از دست داعش آغاز کردند. از طرف دیگر نیروهای طرفدار بشار اسد هم از جنوب به سمت این شهر پیشروی کردند و آن را از چند کیلومتری محاصره کردند. رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا هم در یک تماس تلفنی توافق کردند که عملیات علیه داعش را هر چه بیشتر هماهنگ پیش ببرند. مصطفی سیرت گزارش می‌دهد. جنگجویان ارتش آزاد سوریه که از طرف ترکیه حمایت می‌شوند اینجا در چند کیلومتری شمال شهر باب. این نیروها می‌خواهند هر چه زودتر به داخل این شهر برسند و آن را از داعش پس بگیرند قبل از آن که نیروهای بشار اسد با آنجا برسند. باب در شمال سوریه واقع شده، در 30 کیلومتری با مرز ترکیه، در شمال شرقی شهر حلب. نقشه ترکیه برای شهر باب از حمایت عربستان هم برخوردار است. اینجا در کنفرانس خبری امروز در آنقره. عملیات باب باید هر چه زودتر تکمیل بشه. در روزهای اخیر نیروهای ویژه ترکیه و جنگجویان ارتش آزاد سوریه پیشروی‌های خیلی خوبی داشتند. حمایت هواپیماهای ائتلاف و حمایت روسیه هم به اندازه زیادی به پیش برد عملیات ما علیه داعش کمک کرده. جدی مسافه کت اتمیشلردیر. این روزها سیاست‌های آمریکا و ترکیه اینجا منطبق شده. پاکسازی این مناطق و ایجاد یک منطقه امن برای سوری‌ها. اهدافی که در تماس تلفنی رؤسای جمهوری ترکیه و آمریکا دو طرف بر روی آن توافق داشتند. تلاش دوباره کاخ سفید برای ممنوع کردن شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان باز هم ناموفق بود. 3 قاضی دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو با رأی دادگاه ایالات واشنگتن موافقت کرده و گفتند دولت نتوانسته ثابت کند به دلایل امنیت ملی میتوان شهروندان این کشورها را از ورود به آمریکا محروم کرد. آقای ترامپ بلافاصله رأی را سیاسی خواند و وعده داد در دادگاه بعدی آن را پیگیری کند. اما به نظر فرمان او تا مدت طولانی معلق باقی خواهد ماند. صفی الله حبیبیان گزارش میدهد. نه بزرگ دادگاه به رئیس جمهور در حکم کم سابقه. 3 قاضی دادگاه تجدید نظر در حوزه قضایی در غرب آمریکا 2 روز پس از شنیدن استدلال‌های وکیل وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ از یک سو و وکیل ایالت واشنگتن از سوی دیگر رأی بر ادامه تعلیق فرمان ترامپ دادند. تیم وکلای مخالف ترامپ خوشنود از این تصمیم. اگر مطمئن نبودم پیروز می شوم از فرمان ترامپ شکایت نمی کردم. می دونستم قانون با ماست. تعداد دانشجویان ایرانی اولین گروهی بودند که به من خبر دادند این فرمان چقدر زندگیشان را مختل کرده. یکی می خواست به مراسم خاکسپاری پدرش به ایران برود و به خاطر این فرمان نمی توانست سفر کند و نمونه های زیاد دیگر. پس از چند هفته اعتراض، جنجال و سردرگمی ناشی از فرمان ترامپ، این 3 قاضی در حکمشان نوشتند کاخ سفید نتوانسته است شواهد قانع کننده نشان دهد که کسی از شهروندان این چند کشور مرتکب حمله تروریستی در آمریکا شده باشد. رأی 29 صفحه‌ای که استدلال‌های حقوقی وکلای ترامپ را یکی پس از دیگر رد کرده و فوریت از سرگیری اجرای فرمان ممنوعیت را هم نپذیرفته. آنچه به وزن حقوقی و سیاسی رأی این دادگاه می افزاید هم نظر بودن هر 3 قاضی است، به ویژه که یکی از این قضات منصوب رئیس جمهوری سابق جورج بوش است و بسیاری می گفتند شاید نظرش به جمهوری خواهان نزدیک باشد. با این حکم دارندگان ویزاهای معتبر می توانند به ورودشان به آمریکا ادامه دهند و سفارتها هم قاعدتاً باید روند صدور ویزا یا انجام مصاحبه با متقاضیان انواع روادید به طور کامل از سر بگیرد. واکنش رئیس جمهوری آمریکا به نظر دادگاه
پس از چند روز حمله لفظی به قضات کوتاه بود و قاطع. فرمانده کل قوات طبق معمول در شبکه اجتماعی توییترش نوشت: در دادگاه می‌بینمتان. امنیت کشورمان در خطر است. شهروالی شهر کابل زنان را برای نظافت شهر استخدام کرد. کابل شهر بزرگ با چند میلیون جمعیت است که سر و سامان دادن به آن دولت را به چالش بزرگی مواجه کرده. استخدام زنان بخشی از طرح تازه است که دولت امیدوار است به فرهنگ شهرنشینی کمک کند. میکوشند رنگ رخ دیگری به پایتخت افغانستان بدهند. شروع کار آنها تمیز کردن خیابان‌های شهر است. اولین گروه کارگران زن شهرداری قرار است از 70 به 300 کارمند افزایش یابد. استخدام زن در شهرداری در چنین کارها کم سابقه است. دولت برای آلودگی و زباله‌هایی که کابل را به مرز انفجار کشانده طرح تازه‌ای روی دست گرفته است. نقش خانم‌ها به خاطر برجسته است که اینا چه قسمی که در خانه‌ها در تنظیف خانه‌ها خیلی نقش برجسته و مهم دارن، اینا میتونن در تنظیف شهر هم نقش بسیار برجسته را ایفا کنند. زنان برای اینکه بتوانند این نقش را بازی کنند، باید سختی‌های زیادی را ببینند. شاید حضور این زنان در مقایسه با کاری که در شهر کابل وجود دارد ناچیز باشد. دولت می‌خواهد از یک سو توجه مردم را به فرهنگ شهرنشینی جلب کند و از سوی دیگری برای زنان فرصت کاری فراهم کند. و حالا چند خبر کوتاه از جهان. وزارت دادگستری سوریه گزارش عفو بین الملل را رد کرد. دیروز عفو بین الملل گفته بود در 5 سال منتهی به 2015 در دولت سوریه 5 تا 13 هزار نفر را در زندان در نزدیکی دمشق اعدام کرده. دادگستری سوریه در پاسخ گفته گزارش کاملا دروغ است و هدفش تخریب نام دولت سوریه. دو گروه حقوق بشری که طرفدار فلسطینی ها هستند از دادگاه عالی اسرائیل خواستند که تا قانون جنجالی اسکان اسرائیلی ها در زمین های فلسطینی در کرانه های باختری را رد کنند. آنها استدلال کردند که این قانون ناقض قوانین بین المللی و فلسطینی هاست. اسرائیل میگوید این قانون از خانه های اسرائیلی ها دفاع می کند. قانون دیروز در کنیست تصویب شد. و اکنون خبرهای ورزشی با همکارم. سلام، به خبرهای ورزشی خوش آمدید. تیم شاهین آسمایی برای شرکت در جام شیخ کمال راهی بنگلادش شد. شاهین آسمایی در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های داکا محمدان و چتاگون آباهانی بنگلادش و مانانگ نیپال همگروه شده است. نخستین دیدار شاهین آسمایی در تاریخ 19 فوریه در مقابل چتاگون بنگلادش برگزار خواهد شد. اعضای تیم شاهین آسمایی عصر امروز با بدرقه رسمی اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان کابل را ترک گفتند. کمک 100 هزار یوروی راموس به مردم افغانستان. سرجیو راموس مدافع تیم رئال مادرید به نمایندگی از اتحادیه فوتبال اروپا چک 100 هزار یوروی را به کمیته بین المللی صلیب سرخ به منظور کمک به قربانیان مینگذاری ها در افغانستان اهدا می کند. که این کمک قرار است سرجیو راموس امروز چهارشنبه در ورزشگاه بزرگ سانتیاگو برنابهو به کمیته بین المللی صلیب سرخ برای کمک به قربانیان مین در افغانستان اهدا کند. جدال پرگل سرخابی های تهران. استقلال پرسپولیس را 3-2 شکست داد و توانست برنده دربی تهران شود. آبی های تهران در 84مین بازی مقابل حریف دیرینه خود پرسپولیس 3-2 به پیروزی رسیدند. استقلال با این برد اختلاف امتیازش با سرخپوشان را به 10 امتیاز رساند. پرسپولیس خیلی زود در دقیقه 4 به گل رسید، ولی استقلال روی 3 حمله 3 بار دروازه پرسپولیس را در نیمه اول بازی باز کرد. سرخپوشان تهران در دقایق آخری بازی یک گل دیگه زدند تا در نهایت بازی 3-2 به پایان برسد. درگیری مهدی رحمتی و جلال حسینی در دقایق پایانی منجر به اخراج دروازه‌بان استقلال شد. تشکر از توجهتان به خبرهای ورزشی. این بود بسته خبری این ساعت با من فائز احمد فائز از مرکز عملیات رسانه‌ای دانشگاه هرات. تا دیدار بعد، بدرود.